دارم همین حضور همین الان مامورو دارم مردمو میزنن. ازم بابا اعتراض و اعتصاب بازاریان و تجمع در تهران و چند شهر ایران، نیروهای امنیتی و یگان ویژه به معترضان در سراح امین حضور و چهارراه جمهوری حمله کردند. بازاریان در پی رکوردشکنی تاریخی قیمت دلار در ایران و آنچه افزایش بی‌ضابطه مالیات می‌خواندند، دست از کار کشیدند، اعتصاب کردند و با سر دادن شعار نترسید ببندید از صاحبان دیگر کسب و کارها و مغازه‌ها خواستند که به تجمع اعتراضی آنان بپیوندند. ناکن امروز سرا امین حضور، تجمع کاسبای سرا امین حضور. با انتشار تصاویری از اعتراض و اعتصاب بازاریان سراح امین حضور و چهارراه جمهوری، دیگر بازاریان هم به جمع معترضان پیوستند. آقا کوچه به رحمم داره میبنده، ببینید سر میبنده، کوچه به رحمم داره میبنده. اعتراض برای مالیات؟ آره برای مالیات، هیچ چیز دیگه نیست. سعادت بسته، کوچه هم داره میبنده، بچه‌ها همه ریختن تو کوچه. نه تنها کسبه و بازاریان در تهران دست به تجمع و اعتصاب زدند که بازار دیگر شهرها از جمله عراق و اصفهان نیز شاهد اعتصاب بودند. حمله وحشیانه نیروی انتظامی به مردم، نیروهای سرکوبگر آقای خامنه ای، آقای درمانده، وضعیت وخیم بازار تهران. اما نیروهای امنیتی و نظامی در همه شهرها حضوری گسترده داشتند. اعتراض و اعتصاب بازاریان در ایران همزمان شده با تجمع اعتراضی چند روزه بازنشستگان و مستمری بگیران در چندین شهر. اعتراضاتی که همچون همیشه با سرکوب و بگیر و ببند امنیتی همراه شد. در اصفهان هم نیروهای امنیتی برای متفرق کردن بازنشستگان معترض از گاز اشکاور استفاده کردند. دور جدید اعتراضات بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی پس از تعطیلات میانه خرداد آغاز شد و همچنان ادامه دارد. آنها به مصوبه افزایش حقوق خود تا سقف 10% و نه حدود 40% معترضند. یک شنبه 22 خرداد کرمانشاه تجمع بازنشستگان در اعتراض به وضعیت معیشت با شعار مرگ بر رئیسی. بازنشستگان با حمل سفره‌های خالی شعارهای ضد حکومتی سر دادند. حالا خبرها حکایت از این دارد که ابراهیم رئیسی دستور بازنگری در مصوبه دولت درباره حقوق بازنشستگان متوسط بگیر را صادر کرده. نوشدارو پس از مرگ سهراب. روز یک شنبه هر گوشه از ایران و هر صنفی شاهد اعتصاب و اعتراض بود، از بازاریان و بازنشستگان تا رانندگان اتوبوس. اینجا سرای جمهوری به چهارراه ولیعصر، کل اتوبوس ها وایسادن، راننده ها پیاده شدن، هیچ کی حرکت نمی کنه، کل خیابون بند اومده، راننده ها اعتصاب کردن، هیچ کدوم حرکت نمی کنن. دور تازه اعتراضات ایران از نیمه اردیبهشت ماه امسال کلید خورد، در پی اعلام رسمی گران شدن نان و سهمیه بندی شدن آن، همچنین افزایش چند برابری قیمت مواد غذایی. اعتراضاتی که در شماری از شهرهای خوزستان آغاز شد و به استانهای دیگر نیز سرایت کرد. ده‌ها تن بازداشت شدند و تعداد نامشخصی جان خود را برای نان از دست دادند. دامنه اعتراضات در ایران نه تنها گسترده‌تر و فواصل زمانی آن کوتاه‌تر شده که گروه‌های بیشتری از مشاغل و اصناف به آن پیوستند. از معلمان تا بازنشستگان، از کارگران تا رانندگان. لعنت به این حکومت، یه لقمه نون هم از ما گرفتن. اعتصاب کامیونداران در زنجان. رویا ملکی، رادیو فردا.